چشم دلت سوی حبیب است و بس، چون که نیابی ز خودیت اثر، دیده به جز روش نبیند دگر. کفر وجودت همه ایمان شود، هر دو جهان مظهر جانان شود. نیست در این دار به جز او دگر، دادگر و دادرسی در نظر. چاره کار دل بیچاره کن، رحم به حال من آواره کن. برای شادی روح مطهر و مقدس جامع و شریعت و طریقه هر متخلق به اخلاق الحسنه محبوب و مولیاء الله حضرت آقای حاج علی تابنده محبوب علی شاه قدس سره العظیم الفاتح. بسم الله الرحمن الرحیم. مبحثی از کتاب رسالت الحقوق، مشهور به رساله حقوق، حق همسایه. و اما حق جارک فحفظه قائبا و اکرامه شاهدا و نسبته اداکان مظلوما، ولا تتبع له عورتون. فان علمت عليه سوءا سترته سترته علی، و ان علمت انه یقبل نصیحتک نصحته فیما بینک و بینه، ولا تسلمه عند شدیدتن و تقبل اسرته و تغفر ذنبه و تعاشره معاشرت کریمه، ولا قوة الا بالله. در مورد همسایه هم در فرمایشات پیغمبر و هم در فرمایشات ائمه بعدن توصیه فراوانی شده. در قرآن هم را در خود آیات قرآن هم توصیه فراوانی به حسن معاشرت و مهربانی و نیکی با همسایه شده، به طور که من نقل از بعضی از صحابه که گفتن بس که پیغمبر توصیه و سفارش راجع به همسایه فرمود، ما منتظر بودیم که
کم کم همسایه رو وارث هم قرار بده. به این اندازه پیغمبر توجه به همسایه داشت. خب این از لحاظ دستور الهی بگذاریم، از لحاظ درک و فهم یک انسان بشر دوست، یک انسان فهمیده هم همین جور هست، باید این باشه. به این طریق بود، با این سفارشات بود که خداوند وقتی میخواد امری رو انجام بده، را اراده الله به امرن فیقول له کن فیکون. وقتی خداوند اراده امری کرد میگه باش بس هست. البته وقتی میفرماید باش، خودش اسباب رو فراهم میکنه. اینه که ما همیشه میخواییم یا مسبب الاسباب، یعنی نه این که بیکار نشستیم توجه هم نداریم، میدونیم تو خودت سبب برای هر چیزی آفریدی. خداوند میخواست که یک جامعه منظم، منسجم و مهربان از اون اعرابی که با هم دشمن بودند بسازه. اصلا ملتی و جامعه ای نبود عرب اون رو. در خود مدینه دو تا قبیله معتبرش اوس و خزرج با هم دشمنی داشتن، دشمن خونی بودن، ولی بعد دوست مهربان شدن، برادر شدن، به طور که خود قرآن بر مسلمین منت میگذاره، میگه کنتم الا شفا حفره من النار فانقذكم منها، یا جایی میفرماید کنتم اعداء فالف بین قلوبكم فاصبحتم بنعمتی اخوانا. میفرماید شما بر لب پرتگاهی بودید که بیفتید به آتش، آتش جهنم. خداوند شما رو نجات داد. شما با هم دشمن بودید، خداوند بین دلهای شما الفت داد، به طوری که برادر شدید مثل برادر. البته تقدیرات دل و حال به امر خداست، ولی خداوند در صورت این کار رو میکنه که ما لااقل اوامر او رو در هر زمینه اجرا کنیم. خداوند وقتی توصیه میکند به همسایه محبت و مهربانی کنید، اگر این کار رو کردید وقت جامعتون منظم بشه. و علارغم بعضی منتقدین اسلام و دشمنان اسلام که دین اسلام رو دین خشونت میگیرند، به عکس این دستورات رو ببینیم، همه جا نشون داده میشه که خداوند یک جامعه مملو از مهر و محبت برای مسلمین قرار داده است. این که بگوین مردم باید با هم خوب باشن، همسایه فقط در کوچه چنین باشید چنان باشید، صرف این دستور دل رو عوض نمی کنه. ولی خداوند و دستوراتی که در اسلام داده شده برای هر مطلبی خود انسانها رو آماده میکنه که اونجوری باشن.
خداوند چه کار کرد، چه جوری میکنه که میفرماید و کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمتی اخوانا. خداوند چه جوری میکنه؟ این دستوراتی میده که این دستور رو رفتار کنید تا با هم مهربان باشید. این فکر بکنید که اگر در یه جامعه اسلامی همه سعی کنن این مطلب رو انجام بدن، هر کسی نسبت به همسایش مهربان باشه، خب اون همسایه هم از اون ور منزل همسایه داره، اون هم به اون مهربان میشه، او هم به بعدی در نتیجه مهر و محبت و رفت و آمد بین اینها برقرار میشه، جامعه مستحکم تر میشه. منقول است از پیغمبر که فرمود هر کسی سه تا همسایه از او راضی باشن خدا از او راضی است. اینها دستوراتی است که مجموعه دستورات اجتماعی است، یعنی دستوراتی که در اسلام داده شده برای هم فرد است و هم جامعه. هم فرد آرامش پیدا کنه و هم جامعه مستحکم تر بشه. در مورد حق همسایه می‌فرماید این است که وقتی غایبه تو حفظش کنی، اگر دیدی منزلش داره آب میریزه، سیل داره اومده خراب میشه، همونجور که منزل خودت درست میکنی منزل او رو هم درست کنی. اگر دیدی میخوان او رو آزار بدن، اذیت کنن، تو در غیبتش تو حفظش کن، مدافعش باش، حفظش کن در حال غیبت و در حال شهود، یعنی وقتی باش مواجهی اکرام کن، محبت کن. وقتی که در امر مظلوم واقع میشه تو نصرتش کن، کمکش کن. خب این هم البته آیه قرآن هم هست، تمام اینها در آیات قرآن هست، فرمایشات حضرت تمام مستند به آیه قرآنه. در سوره حجرات آیات آخرش تمام این دستورات درش هست. می‌فرماید و این طائفتان من المقتد من المؤمنین اقتتلوا، اگر دو گروه طایفه ای از مؤمنین با هم بد بودن قتال کردن، تو اونی که زور داره میگه با اون مقابله کن. یعنی چه؟ یعنی ضعیف رو حمایت کن، اما نه تا جایی که او رو بزنی. میگه وقتی که او برگشت از حرفش، دشمنی با تو کرده اومده، تجاوز کرده، وقتی که برگشت تا برگشت برش کن و اون وقت بین این دو تا برادرت صلح بینداز، برای اینکه هر دو برادر تو هست. در همین به تگر همه همین دستور رو در مورد همسایه اجرا کنن، خب جامعه منظم میشه. وقتی فرماید وقتی که اگر یه عیبی از اون میشناسی، اینجا البته دو جور معنی کردن، این من ترجمه ای که اینجا نوشن میفرماد فَإِنْ عَلِمْتَ عَلَيْهِ سُوءًا سَتَرْتَهُ
علی، اگر عیبی از اون میشناسی پنهون کن. یکی از صفات خداوند ستار العیوبه. اینجا ستر تو علی به این معنی هم میشه گرفت که به رویش نیارن عیبشو. تو خودت ستر کن، منتها اگر نصیحت تو را قبول میکنه او را نصیحت کن در مواردی که میدانی. هرگز او را تنها نذار، در شدائد زندگی ولش نکن، برو دنبال کن، به فکر او هم باش و اگر خطایی کرد نسبت به تو او خطا رو ببخش، گناهی کرد اونها رو ببخش، اون رو ببخش و به هر جهت یه معاشرت رفت آمد دوستانه و با خوشی با او داشته باشه. البته این دستورات این اگر انجام بشه نظم جامعه خیلی بهتر رعایت میشه. البته نمیشه گفت حالا خب با این وضع فعلی بقول آپارتمان نشینی کی همسایه، ولی به این درجه اگر نباشه لااقل در یک طبقه که دو تا آپارتمان هست این یکی باید اون یکی رو بشناسه. ولی من خودم خیلی رفتم جاهایی زنگ زدم، هیچ کس هیچ کدوم از اینها نمیدانستن که اون نامی که من میخواستم. این دوری مردم به اصطلاح یه جامعه هست از یکدیگر که اگر اینجوری دوری داشته باشند میشه گفت که جامعه صحیحی نیست. حالا دیگه بیشترش خودمون فکر کنیم. گفتی مرا یا کن ذکره سبحانه یا سبحانه یا من از کجا و یاده سبحانه سبحانه باید چو ذکره کنم در سینه نقش او کنم تا روی دل آن سو کنم سبحانه سبحانه امرش نبود دیگر مرا که این ذکر من بودی روا من از کجا او از کجا سبحانه سبحانه کی می توانم ذکر او کی می توانم فکر او کی می توانم شکر او سبحانه سبحانه
از پیش من کی می رود، از من جدا کی می شود، نسیان و یادشون شود. سبحانه سبحانه، خود ذکر اویم سر به سر، گرچه ز ذکرم بی خبر، و از خود نمی دانم خبر. سبحانه سبحانه، ذکرم من ذاکرست، شکرم من شاکرست، عینم من او ناظرست. سبحانه سبحانه، هم ذاکر و مذکور او، هم شاکر و مشکور او، هم ناظر و منظور او. سبحانه سبحانه، جان مرا جانان بود، جانم تنم جان بود، او کیز من پنهان بود. سبحانه سبحانه، هم جان و هم جانان من، هم مایه درمان من، سرمایه احسان من. سبحانه سبحانه، گه من او گه احسان کند، گه درد و گه درمان کند، او هرچه خواهد آن کند. سبحانه سبحانه، گاهی از او گریان شوم، گاهی از او خندان شوم، او هرچه خواهد آن شوم. سبحانه سبحانه، گه سازدم گه سوزدم، گه دردم گه دوزدم، گه مستی آموزدم. سبحانه سبحانه، جان غرق شد در بحر او، دل گم شدن در های او. ای فیض بس کن گفت و گو، سبحانه سبحانه. ای دوست مولای من، ای دوست به درد عشق بی درمان، دوای درد من می کن. به انواع بلاها نو به نو درمان من می کن. به خورشید جمالت ذره ذره دین من می سوز، به مژگان سیاهت رخنه در ایمان من می کن. بدان محراب ابرو در نمازم قبله می گردان، ای دوست
مولای من بدان محراب ابرو در نمازم قبله می گردان مرا حیران خیش و خلق را حیران من می کن. مولای من دل از من بردی و جان نیز خواهی هرچه می خواهی. مولای من دل از من بردی و جان نیز خواهی هرچه می خواهی. من آن خود نیم آن تو هم یا مولا بر جان من می کن. چو قربانت شوم در دم حیات تازه‌ای بخشی. مولای من چو قربانت شوم در دم حیات تازه‌ام بخشی. از آن گویی تو خود را دم به دم قربان من می کن. سری دارم مهیای نثار خاک پای تو. ای دوست سری دارم مهیای نثار خاک پای تو. قدم گر رنج فرمایی قبول آن من می کن. به هجران امر می فرمایی و دل وصل می خواهد. چو فرمودی دلم را نیز در فرمان من می کن. زبان در کش به کام ای فیض زین گفتار بیهوده. به خاموشی علاج آتش سوزان من می کن. به خاموشی علاج آتش سوزان من می کن. مولای من ای دوست چون عود نبود چوب بید آوردم روی سیاه و موی سپید آوردم. خود فرمودی که نامیدی کفران است فرمان تو بردم و امید آوردم. فرمان تو بردم و امید آوردم. غمناکم و از کوی تو با غم نروم. جز شاد و امیدوار و خرم نروم. از درگاهم چون تو کریمی هرگز نومید کسی نرفت و من هم نروم. جمعی مشایخ ائمه اثنا عشر علیهم السلام و از جهت ظهور و خروج حضرت صاحب الامر و عصر و زمان امام علیه و جان و قاتل برهان و خلیفت الرحمن عجل الله تعالی فرجه و از جهت ازدیاد قوت ظاهر و باطن جمعی راهنمایان دین و از جهت ذکر دوام و فکر مدام جمعی اهل سلوک و ازدیاد ذوق و شوق اصلاح امور ظاهری و باطنی و گشایش سوری و معنوی فقرای نعمت اللهی سلطان علی شاهی الفاتح. حبیب من بی عشق دوست هیچ کس اندر
زمان نیست. کو آن دلی که تیر غمش را نشانه نیست. غرقند کائنات به دریای عشق، لیک بحریست بحر که هیچش کرانه نیست.